Not any aunt. سلام. سلام شنو؟ شهربانی میخوره؟ نمیخوره آقا. ممنون. حاضر باش. بفرمی خواهش میکنم. عملش خیلی سخت بود. ولی خب به خیر گذشته. پس خوب میشه. باید به هوش بیاد. خیلی سرمه دیده. چند جای سینش پاره شده. خونریزی داخلی هم داشته. به هر صورت باید منتظر بود. اون به هر قیمتی شده. باید زنده بمونه دکتر. معلوم آدم با قدرتیه. اگه نه همونجا تو تصادف مرده بود. خیلی شانس آورده. امروز فردا ولش میکنم. از بیمارستان بیاد بیرون تمومه. فاتحه‌مو خونده است. باز به فکر چاره بود آقا مهتی. با داد و بیداد و حول و ولا که کار درست نمیشه. من از اولم بهتون گفتم چارهش فقط مردنه. تا اون عمرش به دنیاست فاتحه دست جمعیمو خونده است. چطوری؟ کی دیگه داره این کار رو داره؟ اصلا به کی میشه اطمینان کرد؟ تازه این دفعه شانس آوردیم و آدمای تقی دوم به تله ندادن. اگه میگرفتشون که هممون رین تن تن. این کار یه جیگردار میخواد. یه شیر. یکی که مشت خسرو واسش باز باشه. یه مرد. مخصوصا تو این شهر تهران، مخصوصا واسه آدم عیالوا. ما هاست نون بده و تو به دنبالش. آره واس بده ای، همش واس بده ای. قافل شی باختی، همه چی رو باختی. من همیشه تو دلم میگم کاش میتونستم در برم، ولی کجا چجوری؟ انگار باها سوخت و ساخت. به خدا صد رحمت به گوشه زندون. نمیگی بعدش چی شد؟ خب بعدش چی شد؟ یخش
تو گرفتم گفتم نومده عوضی. خب مگه خودت خورمو جن نداری؟ جون ننه جون خیلی ترسی رنگ شده بودم اون گچین دیفا. بچه چرا کلافو بل کردی؟ گره میخوره سردرگم میشه. ببخشی نن جون. حواستو جمع کن فوشت میدم. صف بگی. اگه گفتی بعدش چی شد؟ خب بعدش چی شد؟ گفت آقا رضا ببخشی. خب من نمیدونستم که این خانم همسایه شماست. خب گفتم میدونستی و نمیدونستی محالیم نیست. نمیگی بعدش چی شد؟ خفم کردی بچه، یه ها بگو راحتم کن دیگه. بچه هم اینقدر دروغگو؟ این دیگه چی؟ من دروغگوام، من دروغگوام. اصلا تقصیر من اولاقی که همه چیو میام واسه تعریف میکنم. باره با دلت خوشفتم من مربوط نیست. ماره بگو، ماره بگو که میشینیم واسه کی سر کلاف کنوان میگیریم. پدر سوخته رو آب بخنی، زنیل مرده بگه مرر بگیم. خب بگو رو بابای اون بزار بسنده بسنده که منو توی درده کرده این بابای در بدن باشه بگنم. خیلی خوبه بچه هم سر کنم بدم ایلا سر آورده. پسرهای تخمه جن ببین چجوری سر به سر من میذاره. اون بابای پدر سوخته بشه ببینه چه آتیشی میسوزنه، چه گرده شده. عشقش مال باباش بود، بدبختی و مصیبتش مال من. نوکرتم مادر، دیگه مصیبت ها و خوشیاش مال جفته بود. هزار بار شکر. حالا کجاشو دیدی؟ من اصلا یه قلیونم به آمد قربته. بچه ها، بچه ها، بچه ها، اتی هفرنگ رفیق قدیمیمون داره میاد، عادت شده. چی؟ شما با هم دیگه خورده حساب دارین. میترسم کار دست خودت بده. سگ کی باشه؟ بی خیالش. شوخی که نیست، زندونه دیگه. چهار طرف دیواره. همون دیوارهای همیشگی. نه راه پس دارین، نه راه پیش. اگه دلت به روز خلاصیت خوش نباشه، میپوسی و تموم میشی. هیچ چیت نمیمونه. اسی خان. مهیتی کارت داره، پاشو بریم. چی کارم داره؟ خودت میفهمی، فعلا پاشو، من وقتشو ندارم. به شهر نگر خلا، دوم به تو بذار و کولتو برو. به مهیتی هم بگو دور منو خید بکشه. من دوم ها بذارم رو کولم برم. برو نازو پاشم، اینه اون دفعه بفرستنت گوشه یه مریض خونه. انگار خودت خبر نداری بینه با، تو آینه نگاه کردی؟ تو دیگه پیر شدی هستی، زندون کرده تو این اخته ها. اگه یه من ارزم بریزن رو سرت، یه دونش پایین نمیاد. حالا دیگه نوبت ما که بزنی. زبون تراز چه خبر هستی؟ این آشغال جمعش کن ببر. به مهیتی هم بگو اگه دیگه سراغ من بفرسه کلامو میره تو هم. شیر فهم شد؟ بذار بلش کن، تو برو تو ماشین، من الان میام. هستی؟ من نمیدونم قرون چی بهت گفته، ولی مهیتی تو رفاقت فرسه دنبال تو. اون گرفتار شده هستی.
از هیچ کی هم غیر تو ساخته نیست که بهش کمک کنه. اگه زیر بغلشو نگیری فاتحش خونده است. حالا دیگه با خودته. خداحافظ. تو خودت خوب میدونی اسی، زندگی من درست یا غلط داره از این راه میگذره. خیلی زور داره اسی، تو بیای عمر و جوانی تو بذاری و خش رو خش چهار تا آرونک ببری بالا، بعد یه غریبه بیاد و از پی همش رو خراب کنه رو سر. کی؟ کی میتی؟ یه جن، یه گرد، یه ازرائیل، یه عجل. حریف اون فقط تویی اسی، با کشه. Yeah.
گارسون. بله قربان. برو به خانم نصحت بگو بیاد کارش داره. بله قربان. گفتم برو بگو بیاد سر میز من. چشم قربان. بله. سلام قربان. اون پلیسه؟ امشبم اومدی. گفته خانم نصحت بیاد سر میزش. بله خب. بفرس بره. پس اشکالی نداره؟ نه ساعت چل تای اونو میبره لب چشم و تشنه بر میگردونه. چشم بازم. دوست داری بریم یارو رو نشونت بدم؟ باشه، بعدم نمیاد. نکنه منم میخوای به دوغ مهمون کنی؟ شرط میبندم الان داری انگوش کوچیکتو میجایی. تو رمال و قیرگو که نیستی. هستی؟ نه. اما هر وقت اینجا بودم و تو رو دیدم که داشتی میرفتی سر یه میز، اول همه انگشتتو چپوندی تو دهنتو شروع کردی به جاییدن. بعضی وقتا خیال میکردم خجالت بکشی. بعضی وقتا میکشیدم. خجالت رو دیدی؟ آره. تو چی میخوای از من؟ مگه چی باز بخوام؟ والا اینو میدونم که دلت به طلاق و طلوب نیفتده که منو سر میز دعوت کردی. خاطر خواهیم به سرت نزده واسه اینکه چند دفعه دیگه اینجا دیدمت به رو به رم منو نگاه میکردی، اما هیچ وقت از این ناپریزی ها نکردی. خب؟ حالا خودت بگو چی میخوای؟ پس اگه وقتی اینجا میمادم تو هم منو دیده باشی حتما میدونی که چند وقتی اینجا نیمده. آره یه امایی میشه. لابد میدونی کجا بودم. تو میدونی مکه نه؟ دروغ تو بخور. تو میدونی که من این مدت گوشه این مریض خونه افتاده بودم. اگه لباتم به جمهوری دروغ سرهم کنی چشات راستشو گفته. حالا بگو ببینم کی این کار با من کرده؟ کی میخواست منو بکشه؟ به هم گفتن که تو میدونی. دستمو بیل کن. من اینجا فقط میرخصم، سرم هم تو کار خودمه. اگرم چیزی بدونم دوست ندارم هر کسی بیاد و مچ دستمو بگیره فشار بده. من اون گوشش لب بتره کنم و بلبل زبونی کنم. اونا میخواستن منو بکشن. آش نگاه کن، این لامصب نگاه کن، میخواستم بکشنم. پس سر به سرشون نذار، برشون کن تا اونا هم دست بردارن. گوش کن خانم، من یه پلیسم، واسه اینا پول میگیرم که جلو اینجور آدم رو وایسم. وقتی اومدم اینجا فکر کردم کمکم میکنی، اما حالا که کمکی ازت بر نمیاد نصیحتت هم واسه خودت نگردار. هی، میدونی؟ تو از اونجور آدم ها هستی که شیشه عمرشو تو حراجی گذاشته. من از اینجورش خوشم میاد. معلومه، از کمکی که کردی معلومه. خب، ممکنم از بکنم. راستی؟ چرا که نه؟ میخوای منو برسونی خونی؟ چرا که نه؟ نمیخوای دوست عوض کنی؟ چرا که نه؟ منتظرم شو الان برمیگردم. صبر کن. نمیخواد پیادشی. خودش. نگاه کن. دیدیش؟ درست نگاش کردی؟ این همونه که کمر منو شکست. کمر منم شکسته. یه نگاه بس بود. همون نگاه اول شناختمش. همونه که منو انداخت و غرفتون یه سالای سال از عمر منو سوزوند. پس قبوله ها؟ حامله قبوله مگه نه؟ هنوز نمیدونم، باز فکر کنم. خاطر اون کارا زندون نمیبرن. اگه تو بازم بری زندون من دق میکنم بابا. بابا جو من دیگه همیشه پیش تو میمونم، خیالت راحت باشه. نه تو بهم قول ندی من خیالم راحت نمیشه. آخه میدونی من از بچه ها خجالت میکشم تو دوباره بری زندون.
این همه جای خوب تو دنیا هست، تو چرا میری زندون؟ من دلم میخواد تو هم اینی باباهای اونا صبح بری سر یک کاری و شب با پاکتای میوه و قضا برگردی. میترسی؟ نه، اما حالا دیگه اگه کسی اینجا باشه میترسم. یعنی میخواد بگی از منم میترسی؟ از تو کی نمیترسی؟ برم بسات قهوه درست کنم بیارم. خیلی وقت دلم میخواست همچه شبی داشته باشم. پس چرا تا حالا من اینو نفهمیده بودم؟ از بس خنگی، از بس تو فکر بزن و بگیر و ببند و جنگ و دعوایی. خب آخه کار منه، باید اینطوری باشم. خب باشه، زندگی همه جنگ و دعوا و بگیر بگیر که نمیشه. عیبی نداره، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، نیست؟ انگار نیست. بله، بفرمایید. شب بخیر. سلام خانم. خانم سلام، حال شما؟ خوبه. گفتم یه تلفنی بهت بزنم از تنهایی در بیایی. چطوره؟ که؟ خوبه، خیلی خوبه، ممنونم. ببینم، تو تنهایی؟ آره. یعنی میخوایی بگی خسرو اونجا نیست؟ بلا من میرم قهوه واسه خودم بریزم، تو هم میخوای؟ نه، مرسی، واسه خودت بریز. پرسیدم خسرو اونجا نیست؟ چرا؟ اون اینجاست. خب این که ایرادی نداره. من همیشه خودم میگفتم اگه تو بتونی تو زندگی خسرو را پیدا کنی خیلی خوبه، من راضی هستم، ایدئاله. به شرطی که فقط دهن چند و بس داشته باشی. خب دیگه، انشالله خوش بگذره. نصیحتت نکرد؟ مثلا به مرد جماعت اطمینان نکن، اونا را شب تو خونت نگر ندار. خلاصه نون امشب ما که آجر نمیشه. نون تو رو هیچکی نمیتونه آجر بکنه، تو غیر همه. اون از کار امشب هم حرف میزد، میگفت ببری. پلیس جمع شد. پلیس دیوونه شدی؟ تو داری لغت به بخت خودت میزنی؟ از تو بر میاد مرد، از تو بر میاد. واسه تو کشتن اون عین آب خوردن میمونه، ولی بعدش میدونی چی میشه؟ من تو رو تو زندگیم شریک میکنم، تو رو صاحب همه چیز میکنم. بی خودی حوار نکش میتی. یه دفعه بهت گفتم به خاطر پسرم نمیتونم این کارو بکنم، دیگه هم حرف نداره میتی. تو میترسی، تو دروغ میگی. تو فهمیدی اون تو این دو روزه چه آتیشی به پا کرده؟ داری زه میزنی، داری جا خالی میکنی. آره میترسم، جا خالی میکنم. تو خیال میکنی با کی داری حرف میزنی؟ با تیر کشای علاف و مفخورت؟ یا بیرون کن، بیرون بیرون. میخوای الان حالیت کنم زه بزن و جا خالی کن کی؟ آره برم کن، برم چی میکنی؟ برم کن، یه اینو Come on, come on, come on.
که اسم منو بیاری یا بفهمم که حتی حرفی از من زدی، اون وقت بلایی به سرت میارم که شبونه چادر به سرت بکشی از این شهر بزنی بیرون. فهمیدی؟ ببخشین آق مهدی، ما نمیدونستم اون اینقدر زبله. خاکتون سر ما، خورتون کنم. برو دنبال نصحت بهش بگو بیاد کارش دارم، تو سالن داره تمرین میکنه. یالا پاشو تو هم گم شو. چشم. بله چی؟ بس زمین گوشی رو مردی که پدر سوخته مزخرف. با من کاری داشتی؟ یه دقیقه بشین، کارت دارم. درست گوش کن نصحت، من تا حالا در حق تو بد که نکردم. نه، کی گفته بد کردی؟ کسی نگفته، میخواستم از خودت بپرسم. در حق تو غیر محبت و دوستی هم که کار دیگه ای نکردم. از بدبختی نجاتت دادم، بهت زندگی دادم، کار دادم، شهرت دادم، درسته؟ آره، درسته. حالا مگه چی شده؟ هیچی، میخوام حالا تو به من یه کمکی بکنی. همه زندگیم داره از دستم میره نصحت، دارم نابود میشم. باعث همشم خسروه. خب، میگه من چی کار کنم؟ نجاتم بدی نصحت. آخه چه جوری؟ یه جور که خودم بهت میگم، کلک خسرو رو بکن. بهتره. پس چی؟ بابام برم درستش کرده. بابای من سوای همه بابا ها. ما خلاصه نفهمیدیم بابای تو چی کار است. باز بودک ساز راننده است. کار گامخ. بابای من همه کار است. خیلی هم ماهی. خوشم هم میداد. اصلا راجب اون حرف بزنی. بح. باز جا زدی. باز حرف اوباد شد. خود تا کشیدی کنار در رفتی. خوب بکنم تا چشمت کورس. ای باد به دست دست. سلام بابا چونه. سلام. نقشه بگیر، لنگرش بده حسابی. داره خواهی میشه بابا. آره خب معلومه. چقدر بالا رفتی بابا. کاش من و شما و ننه بزرگ میتونستیم سوارش بشیم و بریم تو آسمونا پیش مامان. مگه زمین چشه؟ بده، خیلی بده بابا. مردماش هم دیگر دوست ندارم. مثلا خیال میکنن هر کی زندون بره آدم نیست. حله شد. این باز حلش گرفته. نمیدونم، شاید شوفری، کامیونداری از هم بر بیاد. نوکر آقای خودمم، این همیشه از هم زیر دستی و بله بله قربان گفتم بر نمیاد. افتخار! چیه؟ افتخار! چی شده؟ افتخار! افتخار کجایی؟ چیه پسر؟ افتخار رضا! چیه؟ رضا افتخار! رضا چی؟ رضا! اون حالش بد شده! یا امام قریب چه شده؟ افتخار! 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 چه شده چه برای؟ نمیدونم والا. بابا هوایش! باید چرا؟ باید برد سرم کنم! باید سایستی! خدا برچن! برچن کنم! Thank you.
چشه دکتر، همونطور که خودت حد زدی ناراحتیش قلبیه. یعنی چی؟ چی میشه؟ چجوری باید خوب بشه؟ باید عمل بشه. یعنی خطرناکه؟ یعنی اگه نشه؟ آره باید بشه. خرجش دکتر چقدر خرج داره؟ کم نیست، به خصوص اگه بخوای بفرستیش خارج، اونجا احتمال بهبودی خیلی بیشتره. البته من الان یه نسخه میدم که موقتا موثره، ولی لازمه که این تأکید رو بکنم که اون باید حتما عمل بشه. من الان بیان بیرون میبینمش. سلام. سلام سخن، میبخشه که همچین یه خودم هم مثل این که خیلی مشغولی. اومدم ببینم راجع به تلفنی که بهت کردم فکر کردی؟ آها، ولی مطمئن نیستی؟ اون شرکت تو جای شلوغیه، اگه ما بزنیم و نگیره حسابمون پاکه. تو داری با کی حرف میزنی حسن؟ من به خاطر پول عمل بچه هم میخوام این دوسیه بکنم، اون وقت میام دستمو میزنم رو جایی که توش نشد باشه. سینگر جواهر فروشی که نیست، خودت که میدونی کجاست. جایی نیست که در و پیکر فولادی داشته باشه. سینگر یه شرکته، اونا با اینکه شب جمعه حداقل 60-70 هزار تومان پول میفرستن بانک، هیچ فکر نمیکنن که کسی واسه شون دندون تیز کنه. واسه همینم هست که من اونجا رو انتخاب کردم. چرا وایسادی؟ چرا معطلی؟ باشه، قبوله، منتها یکم بیشتر با سر بزن. اون میگفت نمیشه، ولی من میگفتم بله. سلام، حالت خوبه؟ کی؟ درست نمیدونم، فکر میکنم روز پنجشنبه باشه. خبر درستشو بهت میدم. ببین، به شرطی که بونه نیاری و بذاری امشب بیام پیشه. باشه باشه، هر وقت خبرشو دادی قرارمونو میذاری. آره باشه، پس منتظر باش. الان نمیتونم حرف بزنم، بعدم به تلفن میکنم. خداحافظ. خداحافظ. آره، من با آقای غلامی کار دارم. فلان خدافز، چی کاره هستم؟ والا نمیدونم، انگار رئیس هم. رئیس؟ رئیس چی؟ رئیس چی؟ نمیدونم، رئیس هم دیگه. نه، ما کسی رو بین اسم نداریم آقا. چطور نداریم؟ مگه میشه نداشته باشین؟ یا آقایان همچین نه بلند، نه کوتاه، نه چاق. خیلی هم مهربون. اجازه بدین یکم فکر کنم. خانم با ما امری نداریم. نه، ما آقای غلامی داریم. من نمیدونم بابا. برم از نداریم. چطور میشه نداشته باشیم؟ خیلی خوب، خودم میگردم پیداش میکنم. ببینم
پدر سک ماشینه یاری نکرد و اینا جونتو گرفته بودمش. میدونی ماشینم یه ها خورد به یه درخت، همون باعث شد که دستم در بره. خب البته خودش هم زبل بود، دفعه اولم نبود باش طرف میشدم، میدونستم که اونم از اون عجوبه هاست، ولی خب با این حال شانس بود، خیلی هم شانس بود. آب همون داغ داغ هست یا نه؟ آره داغ داغ، بد نیست. بذار یه دفعه دیگه برم ببینم. باشه. اگه کلک خسرو رو کندی که کندی، وگرنه دوباره میفرستم تو همون کثافتی که ازش کشیدمت بیرون. چی شد نسبت؟ این همون بالاخره گرم هست یا نه؟ آره گرمه. پس من رفتم. چه به اندازه خونه تو خیالم تخت و راحت نیست. قربونی تو. بای بای. اگه کلک خودزو رو کندی که کنم، وگرنه دوباره میفرستم تو همون کثافتی که ازش کشیدمت بیرون. یاد خودم افتاده بودم، یاد زندگی، یاد گذشتم. همین؟ آره. باشه حالا میگی بالاخره یه روزی راستشو میگی، ما که از هم جدایی نداریم. دوتا آدم تنها آقابت مجبورم به هم اعتماد کنم، اگه نه هیچ وقت فکر نمی کردم تو اینقدر خوب باشی. چرا تو تنهای خسرو؟ چرا با کسی نمی جوشی؟ حسلشو ندارم، یعنی عادتمه. از وقتی که مادرم و داداشمو گم کردم تنها موندم. چطوری اونا رو گم کردی؟ نمیدونم، شایدم اونا منو گم کردم. رفته بودیم زیارت مشهد،
داداش بزرگم خواب نما شده بود که امام طلبیدش. اون یه خود مریض بود. مام رهی شدی. تو خرم دستم و دست مادرم در اومد و همه چی تمام شد. گمشون کردم که گمشون کردم. نشونه ای؟ چه میدونم؟ آدرسی چیزی ازشون نداشتی پیداشون کنی؟ اون موقع خیلی بچه بودم. فقط یادمه پشت دست داداشم این دست من اینجاش خارکوبی شده. یعنی مادرم این کاری کرد. خیلی دوست داشت. درست همینجاش. میگفت شگون داری. بقیه قصه رو نمیگی ننه؟ چرا ننه جون؟ تو چشماتو هم بذار تا من بقیهشو برات بگم. خیلی خوب. اون زن خلاصه بیوه شد. اونا خیلی همدیگر رو دوست داشتن تا اینکه یه شب یکیشون خواب نما شد و حضرت رضا به زیارت طلبیدش. مادره همه پس اندازش رو برداشت و راه افتادن رفتن مشهد. ولی انگار خدا اون خوشبختی رو واسه اونا زیادی میدونست. مصلحتش نبود که اون ستا دور هم بمونن و خوشبخت بشن. مگه چی شد ننه؟ هیچی ننه. پسر کوچولوی تو حرم امام رضا دستش از دست مادره اومد بیرون و گم شد. مادره خیلی گشت، زجه زد و گریه کرد، ولی فایده نداشت. پسرش گم شد که گم شد. روزا پشت روزا گذشت و مادره با حسرت پیدا کردن بچهش پیر می شد. اون یکی پسرم جای اینکه جای خالی داداشش رو پر کنه واسه مادره یه دق شد، یه آسمون جل، یه بیکاره، یه آدمی که واسه یه لقمه نون سینش رو سپر چاقو میکنه و روزای خوب جوونیش رو پشت میله های زندون با موهای سفید شقیقه هاش عوض میکنه. یه آدمی که عاقبتش یا بالای داره یا یه شب کشته شدن توی یه کوچه تاریک با نیش چاقوی یه غریبه. نه نه، اون بچه خوابش برده. بهتره روزاهاتو بذاری برای یه وقت دیگه. حقم داری، اینا روزه است. روزه مال آدمای راست و درسته، اونایی که نون حلال تو سفرهشون میذارن. بس ننه، چی میخوای بگی؟ خودم دردم کمه. تو اصلا میدونی تو این دل لامروبت من چی میگذره؟ به خدا که رضام تا از سینه درش بیارم و این یه تیک گوشت گندیده بندازمش جلوی سعی. ولی این پسر تو از مردن نجات نمیده. همه یه دلخوشیم این بود که وقتی تو از حبس در بیاری همه چی درست میشه. ولی انگار همش خواب و خیال بود. انگار باید بازم میگه چی کار کنم ننه؟ جون من گروه تو. کی هست بالای سنار پول بده؟ راست میگی، حق با توه. تو اگه کاریم ازت بر بیاد غیر راه شر نیست. همون بهتر که بغل من بگیری بشینی تو خونه و دستامون رو بذاریم رو دستمون تا ببینیم چه جوری قنچه عمر بچه میشه. از تو بر میاد، از تو بر میاد مرد. سه تو کشتن اون این آب خوردن میمونه. نمیتونم بکشم. نمک به حروم بی همه چیز. آره نمیتونم، نمیتونم آدم به اون خوبی رو به خاطر قمارخونه ها و اشتتکده های تو بکشم. نمیتونم. برو حالا هر کاری از دستت برمیاد بکن. خفه شو، بدبخت مادر مرده. واسه من بازی در آورده، زبون در آورده بی شرف. توف به این دست بینمک من. خوبه که انقدر سالی نمیگذره. یادت رفته اون وقتا چجوری واسه این که روسم بری موسموس میکردی و حتک و پتکتو میریختی بیرون؟ تقصیر من بود که آدم نکردم. باشو باشو باعث واسه من آفاکی بازی در بیرم. کن دست من نزد. نفهمیدم چه پر روزو بگم. اصلا یالا یالا برو بیرون، زود باش. برو ببینم بدون من چه غلطی میخوای بکنی. اگه گذاشتم تو دیگه یک قرون پول از صدا در بیاری از تو کمترم. تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. کفر منو بالا نیار نکبت. چه خبر میتی؟ این سر و صدا ها چیه را انداختی؟ مای دیوونه شدیم ها؟ بگو این برا بیرون، بگو از اینجا برای این لکاته. دیوونه کار دستمون میده، این کارا چیه که میکنی؟ به امام زمون یک کلمه حرفت دهنش در بره میرم داغ مادرشو به دلش بسرن.
حالا اگه از جون اون گذشته بره حرف بزنه. من که عاجزم، حوالت به خود خدا باشه نامرد. بارا بابا، بارا بیرو کسافت در بدر. بعد یه اون هرزگی اسم خدا رو به زبون میاره. ببینم میتی، تو مطمئنی که اون کلای دست ما نمیده؟ مگه قیدی؟ حواله ما داد به خدا. اون عاشق مادرشه، از ترس جون اونم که شده هیچی نمیگه. خواستی یه کاری صورت بدی ولی خسرو همه چی رو ریخته به هم؟ آره. خب تو که میگفتی به خاطر بچت دیگه دست به این کارا نمیزنی. حالا به خاطر اون اومدم پیشت. اون مریضه، واسه عمل میخوام بفرستمش خارج. پول کلام میخواد. باشه این تو؟ اونم خسرو، هر وقت کار تموم شد پولتو بگیر. نه اینو نمیخوام. واسی با اینکه خیلی راحته، حتی اون تو رو نمیبینه. واسه همین نمیخوام. خوش ندارم این نامردا سر یه کوچه کمین کنم و تا یه کوچه بی هوایی آدم بفرستم رو هوا و نفله کنم. پس چی؟ میخوای ازش درخواست کنی که وایسه تا تو با چاقوی میوه خوری پوستشو بکنی؟ میخوام بهش فرصت بدم. اقلا اینطوری کمتر نامرد. من فقط میخوام خلاصش کنم. و سلام. کی و چه جوریش پای خودته. انور سادات رئیس جمهوری مصر امروز در گفتگوی با رادیو تلویزیون یوگسلاوی گفت باید از انحصار طلبی ابرقدرت ها در کنفرانس صلح ژنو جلوگیری شود. سادات گفت انحصار طلبی آمریکا و شوروی در کنفرانس صلح ژنو نه تنها به صلح خاورمیانه کمکی نخواهد کرد، بلکه اوضاع را در این منطقه وخیم‌تر می‌کند. فقط واسه این که حاضر نبودی دیگه بخونی با میتی دعوا شو. آره حتما. چرا بخوام دروغ بگم؟ به چی داری فکر می‌کنی؟ که چجوری باید جواب این نامردیاشو بدم تا دست بزنش کوتاه بشه. بیا اونو فراموش کن خسرو، من میترسم. از چی؟ از اون، از مهدی. اون خیلی نامرد خسرو، اون یه ذره رحم تو دلش نیست. منم میشم عین خودش. ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. چرا داریم عمرتو تو کمین این و اون تلف میکنی؟ یه مدت به فکر زندگی خودت باش. بذار از زندگیمون لذت ببریم.
بیا بریم مدت بهتر بتونی واسه تولد رفیقمون جشن بگیریم. بیا بیا تا واسه بگم سلام. سلام خانم قربان. سلام سلام قربان. بری خود هوا بخوری. بریم بازم. خدا از دلت بشنوه. آخه انصاف نیست. داداشت خواب نما بشه، امام رضا به طلبدش، بعد شما هم صاف و صادق یه مادر و دوتا بچه پاشین بریم پابوسش، بعد دست تو از دست مادرت در بیاد و اونجا تو حرم گم بشی. یعنی اینم انصافه؟ مطمئن باش خود امام رضا یاریت میکنه و بالاخره داداشتو پیدا میکنی. ایشالله خدا از دل و زبونتو بشنوه. نسان خودت میدونی که من چقدر تنها. من یه عمره که دارم به حسرت پیدا کردن اونا شبم و روز میکنم. از تو ممنونم که اینقدر به فکری. قابل شما رو نداری. آه حالا دیدی دیگه تعارف دیگه پاره نکن بر بونه تا دختر بیاد که اینقدر من از مامازا چپل مپل توپل مپل هستی. خب بهتره دیگه بریم تو مهمونا ممکنه فکرهای بدبخت بکنن. کاش موزه رنگی عمل کردنشو داشتی. خیلی خب فعلا بریم برم. سلام رفیق خودم. بفرمین بفرمین نوکرتم. خوش اومدی ازی افرنگ. بفرمایسی خواهد. نه چرا وایسادی؟ بز بگم وسط پیشانه بیارم. بیا بشین بیا بشین حس کنیم با. نمیخواد. چه خبره؟ حال قضیه کنده شد؟ نه. چرا؟ خسرو یه مو هم نباید از سرش کم بشه. اون داداش منه میتی. داداش منه. ایشه تو براند. مگه تو زده به سر دسی؟ اون دشمن خونیته. اون زندگی تو رو زیر رو کرده. حالا میگی داداشته. رفیقمون باید ریجه تی. تکون نخوری. اگه خسرو یه گوله بخوره یا یه نیش بهش بزنن یا شب بخوابه و صبح پنشه یا حتی رو تخت بیمارستان واسه سرماخوردگی یه طورش باشه، من یه راست میام سراغ تو. اون وقت به پنجتن شده پای خونم وامیسم و تیکه تیکت میکنم. حالا دیگه خود دانی. از خط و نشونتونم باکی ندارم. از خرلس رو خبر کن بیاد. وای نمیشه در افتاد میتی. ما باش در میفتیم داداشش با ما در میفته. واسه ما هر دو سرش باخته. ولی اینجوری اقلا حرفمون خالی میشه و یه درس حسابی هم به خسرو و آن. چطوره؟ خوبه.
خوبه؟ نه چه گلو؟ خب، من که نداره دادم یه خونه یواشتر بخور. من همه کارا با عجله هست. نمیدونستم. تو دیگه چرا؟ خوبه که چند دفعه امتحان کردی؟ نکردی؟ مال تو هم بخیر. ببین ببخشین کبریت دارین؟ خوب گوشاتو واکن از برلز خسرو داداش منه بین که خونی را بیفته راتو بگیر برگر برو شهرت
همین. آره داداشت. برو برو بالا پیشش. یالا بزن دیگه. چه خبر اینجا؟ شاید یادت قرار بود وقتی از سن اومدیم بیرون من یه انگشت رقیق واسه تو بخرم، تو هم یه چاقو واسه من، ولی تو رفت گم شدی. انگار برادری ما از اول بوی خون میدون. ننه چی شده سی؟ اون کجاست؟ تو خونه من. صبر کن الان آمبولانس خبر میکنم. من نمیزن گوشتون خسرو، اگه ما رفتنی شدی تو فقط اداد بچم برس. رضا قلبش مریض باز عمل بشه. من بازشو نداشتم، ولی تو از عمویی و پدری دربارش کوتاهی نکن. میخوام جای خالی منو با فنن و رضا پر کنی. اگه میدونستم وقتی عجل میاد سراغم سرم توالین داداشم زودتر از این مرگم از خدا میخواستم. تو زنده میمیستی، من نمیذارم تو ببینی. بلند شد، من نمیذارم. کسی کارم کردن، پسرم
یارو پلیس ها اومده، همون که آقای سر تو خونش تیر زدن. گفته بودم دوباره یه زندگی دو تا چهار تا بکردی، گفته بودم مگه نه؟ گفته بودم اگه این دفعه من بیام سراغتون درست حسابی میام، گفته بودم مگه نه؟ مگه نه؟ برم کن! کسافت! گفته بودم این دفعه بیام بدطوری میام، اما خیالت راحت باشه وقتی میندازم تو خلف فریز نمیذارم بهت بد بگذره تا شب تمام رفیقات دور و برت جمع کنم.
اومدم دست به دامنت بشم، مثل یه مستحق، مثل آدمی که دستش از همه دنیا کوتاست. اومدم پیشت گدایی. چی شده؟ چی شما رو اینقدر این رو کرده؟ از من چی میخواد؟ نوامو، پسر اسی، اونو دزدیدن. نگو کی، امروز به خروزی فروشی سر کوچمون تلفن کردن که من بیام پیش تو. گفتن نوامو از تو میتونم بگیرم، گفتن همه چیزی رو سر توه. من؟ چرا من؟ آخه من چرا باید من نمیدونم تو چرا این کارا رو میکنی. من نمیدونم تو چرا همه زندگی تو به گروهی نابودی من و بچه هم گذاشتی. واسه هرچی که هست بگو نوامو بل کنم. اون مریضه، اون رو به مرگه. اقلا از اون بچه بگذر. پسرمو که پای کشتن دادی، حالا برای هرچی که بود نوامو دیگه ازم نگیر، اونو به هم پس بده. من بدون اون بچه میمیرم. شما خیال میکنی که من کاری به کارمون بچه نداشتم؟ تو رو به جون هرکی که دوست داری قسم، تو رو به جون بچه، برادرت، مادرت، تو رو به پنجتن بچه‌مو به هم پس بده. اون طفل معصوم از همه چیز بیخبره. باز کن زن. تو خیال میکنی من کی هستم؟ شم؟ یزید؟ ابن مرجم؟ منم یه آدمم زن، مثل تو، مثل پسرت، مثل همه. منم یه آدمم، منم روح دارم، منم حس دارم. تو خیال میکنی من چی هستم؟ اصلا تو چی میدونی؟ تو خیال میکنی دنیا تو خودتو پسرتو نبود؟ تو اصلا میتونی فکر کنی که یه آدم عین من یه عمر حسرت دوری مادرشو خورده باشه؟ میتونی؟ نه، من باور نمیکنم. مجبوری باور کنی. اینو خود اسی فهمیده بود، او خودش به من گفت. هیچی یادم نمیره اون سال تو مشهد، تو حرم دستم که دست در اومد، جماعت عین دریا منو با خودشون برد. بهش بگه که شمره که نامرده، که دلش میخواد اون زادرا و جمعون مرگ بشه. آره مادرم، اینا خیلی سختر از بیمادری. خسرو پسرم، شما با من چی کار دارین؟ از جون من چی میخواد؟ اینقدر حرف نزن بچه، الان خونه عمو جونتو میگیرم تا باش حرف بزن. نگران نباش مادر، همه چی درست میشه. اسی هم حالش خوب میشه. الو بله. تو خسروی؟ آره خودمم، بفرمی. فرمی چی هم؟ گوشی دستت باشه؟ بگیر. الو؟ الو؟ چی شده خسرو جون؟ چیه؟ الو، رضا، توی؟ رضاست؟ یا پنشتن، بپرس حالش خوبه؟ اینا بگه شما عموی من هستی، داداش بابانی، راسته؟ آره راسته، من عموتم عموچو، حالت خوبه؟ نه عموچو، حالم خیلی بدی، قلبم درد میکنی، منو از دست اینو نجاتم. رضا، بگو چی شده، به سر بچم چی اومده؟ ببین چی میگم،
این بچه حالش خیلی بده. داره از درد به خودش میپیچه. اگه میخوای زنده پسش بگیری فوراً پا میشی تنها میای ویلای من. ویلای خارج از شهر. الو، الو گوش کن. همین که گفتم. بچه‌م کجاست؟ اونا چی گفتن؟ تو ناراحت نباش مادر. من میرم بزارو میرم تو عین خیالت نباشه. خودت چی؟ اونا حتما واسه تو یه نقشه‌ای دارن. چاره چی بوده؟ میگم رضا خودش بده. تو میگه غیر رفتن چاره دیگه هم هست؟ باباش به خاطر من لطه پار گوشه بیمارستان افتاد بسه. حالا میگی مادر وایسا ما عذاب بکشم؟ آره؟ یا مردش من میتونم رضا رو بیارم یا اگه نیستم هرچی میخواد بشه بشه. خسرو خدایا خودت عالم، خدایا حالا که بچه ما به این پسته بی ازم ندیرش. سلام. سلام. کجا با این عجله؟ تو برو بالا، مادرم اونجاست. مادرت؟ آره اونا رو پیدا کردم، قضیهش مفصله. برو بالا از خود مادرم بپرس. من میرم ویلای مهدی. ویلای مهدی؟ جریان اونم از مادرم بپرس. آدمای مهدی امروز صبح بچه تو دزدیدن، بعدش هم تلفن کردن و خسرو رو خواستن که بره بچه رو پس بگیری. اونا فقط قصدشون کشتن خسروی. من مطمئن هستم. باید یه کاری بکنی اسی. پرده تو هستی؟ آره؟ آره. خب بزن، چرا معطلی؟ تکون بخور تا پرپر زدن این بچه نیم وجبی رو ببینی. نمیدونی چقدر خنده دار شده قیافت. بزن دیگه. اونا بذارش سامی. بیا. اون بچه قلبش مریضه. دست از اون وردار. میخوای حالا با هم یه معامله بکنیم؟ اونو بذار بره، من اینجا میمونم. تو؟ تو به چه درد من میخوری مرد؟ حالا دیگه مرده تو هم به درد من نمیخوره. از من چی میخوای؟ پس اومدی سر حرف حساب. میدونی چقدر بهم ضرر زدی؟ 17 نفر از آدمایی که واسه من کار میکردن تو زندونن. کاباره هام بسته شده، قمارخونه هام. تو منو فلج کردی بی پیر، فلجم کردی. حالا چی ازم میخوای؟ میخوام همه چی رو روبرا کنی.
میخوام بچه ها از زندون بیان بیرون، میخوام همه اون چیزایی رو که داشتم پسم بدی. این کارو میکنی مگه نه؟ من نمیتونم، من گزارشمو دادم، دیگه کاری از دستم بر نمیاد. خب بنویس عوضی گزارش دادی، بنویس از ما پول خواستی و ما هم ندادیم، تو هم دشمنی کردی. اینو که میتونی بنویسی؟ نه نه؟ مگه زده به سرت؟ مگه نمیخوای جون این بچه رو بخری؟ اگه نتونی کار این بچه تمومه. بعدش هم کار تو تمومه. باز بلوف زدی؟ نه راست میگم، گوشاتو باز کن مرد. تو فقط یه پرونده قتل کم داری، اگه میخوای اونم اضافه کنی، اگه میخوای سرت بره گردار، اگه میخوای نفس کشیدنم بیفتی، خیلی خوب از مطر نشو بزنش. تو خیلی مسخره ای. گوش کن رسا، حالا یواش بیا به طرف من، بیا بایسا تکون بخوره سوراخ سوراخش میکنه. بیا پسر، اون جرات این کارو نداری. اون اگه تو رو بکشه یعنی خودشو کشته، اون اگه به تو تیر بزنه این کار که تو قلب خودش زده. حرفمو قبول کن، بیا تیر بزن. من شوخی نمی کنم. بیا رضا، تو مگه نمیخوای یه پلیس بشی؟ یه پلیس خوب. اگه از خاله بخوای بترسی دیگه همه چی تمومه. اگه از خاله جوک کنی دیگه پلیس بی پلیس. یه بچه نده ای ترس. اما تو ترسو نیستی، تو یه پلیس کوچولوی خوبی. بیا طرف من، بیا بچه. نگاه کن، منم هفتیر دارم، اگه اون بخواد به جنب تو رو بزنه یه گولم میشینه تو قلبش. مهتی اینو میدونه، پس تو رو نمیزنه. بیا رضا. اگه زنده میخوایش بهش نزدیک نشو. تو چی میخوایی؟ یه چیزایی هست که خسرو باید بنویسه، اما انگار سوادش نم کشیده. شایدم جون بچه تو انقدر واسه ارزش نداره. اون چی میخواد ازت خسرو؟ تو چرا با این حالت اومدی؟ چرا اومدم؟ اون که اون وسط بایستاده پسر من خسرو، این که یادت هست؟ یادم هست، منم واسه خاطر پسرت اومدم اینجا. از هر چی میخواد بهش بده. آروم باش ازی. تو چی داری میگی؟ پسر من اونجا وایساده، یه هفتیرم پشت سرشه، اونیم که انگشتش رو ماش هست میتیه، نه یه بیوزن ترسی. تمومش کن. چیزی رو تمومش کنم؟ فقط به پسرت بگو بیا طرف من، بگو فکر اون هفتیری که پشت سرشه نکنه، بگو بیا 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 رضا. نه تو چی کار داری میکنی خسرو؟ دارم جون بچه تو نجات میدم. تو داری اونو میذاری جلو اسرائیل؟ این تنها راهشه. نه نیست، تو داری قمار میکنی، اونم با جون پسر من. تو مگه اون لامصبی که هفتیر دستشه نمیشناسی؟ من اعتماد کن مرد. چرا بهت اعتماد کنم؟ قیمت این اعتماد چقدره؟ قیمتش جون پسرمه؟ من نجاتش میدم. تو میکشیش؟ من دوستش دارم. نه به اندازه من. به این فرصت بده اسی که پسرمو به کشتن بدیم. نجاتش میدم. چطور؟ باور کن اسی، رای دیگه ای نیست. اگه میشد من جون خودم و گروه جون اون میذاشتم. تو بگو مهدی، اگه من اینجا بمونم، اگه اصلا همون زمین بذارم، تو میذاری اسی و پسرش برن؟ میذاری؟ که برن همه جا جار بزنن و قضیه امروز رو بیسی. اون مرگ هر سه ما رو میخواد. بهت که گفتم رای دیگه ای نیست. به من فرصت بده اسی. بهش بگو بیاد اسی. خواهش میکنم اسی، هر کاری که میگه بکن. تو هم دیوونه شدی مرد؟ رضا پسر خوب من، تو
میدونی که چقدر دوست دارم. مگه نه؟ آره پدر. میدونی که تو همه عمر و زندگی منی، میدونی؟ آره پدر. میدونی که اگه یه روز نباشی دنیا واسم تموم میشه. میدونم پدر. پس من نمیخوام تو بمیری. میخوام. نه پدر. هرچی هم که تو بهم گفتی من گوش کردم، مگه نه؟ آره. پس تو هم حرف منو گوش کن. برو طرفش، برو طرف خودش.